بنام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما بیننده‌های عزیز. همکنون به یکی از کوچه های منطقه غوردرواز ولایت هرات هستیم، یکی از محله ها و میشه گفت اماکن قدیمی ولایت هرات، به ویژه شهر هرات، که در این ساحه خانه های قدیمی هم موجود می باشه از اون گذشته تا به حال و همچنان خانه های مدرن هم می باشه. اما هدف ما چه هست که امروز به این کوچه های قدیمی آمدیم که در مورد تولید کفش در هرات بیشتر برای شما بگیم. در یکی از کارگاه های تولید کفش یا کفاشی هستیم که بیشتر اینجا جوانان و نوجوانان به هر حال مصروف تولید کفش می باشند و در یک فضای محلی یک دکان بسیار جالب دارند و دوستان اینجا مصروف می باشند که با این دوستا خو هم کلام شیم. سلام، صبح شما بخیر. خوبه؟ سلام علیکم، خسته نباشین. صبح شما تشکر. نام شما؟ مهدی هستم. بسیار خوب. مهدی جان، چند سال سن داریم؟ من 23 سال سن دارم. بله. چند سال میشه کار کفش میکنیم؟ حدوداً شاید 12 سال میشه. 12 سال. بله. از کجا مختیم کفاشی؟ بمی ایراد. بمی ایراد. از شاگرد شروع کردیم، باز نهایتا کار کار بالا. بله، استاد شدیم. بله. خیلی خوب. مهدی جان، چی نوع کفش‌های تولید میکنیم به دکان خو و بیشتر مردانه جور میکنیم یا زنانه؟ ما کار ما که هست زنانه کاری و فعلا هم کارها راحتی زیاد دیگه در بخش این کفش راحتی زنانه هر مدل باشه زیاد. خیلی خوب. امکانات شما فکر کنم امکانات اولیه، خیلی امکانات مدرن و پیشرفته ای نیه. چگونه با همی امکانات آیا کار شما رشد داشته یا نه؟ خوبه دیگه، به حد معمول حساب کشور ما خوب. روزانه چند جوره کفش تولید میکنه؟ 80 جوره، 100 جوره. بسیار خوب. و در مورد ازی بگین که مخاطبا شما بیشتر کیاین؟ آیا با خود ایرات اینو فروخته میشه یا به دیگر ولایت میره؟ معمولا اطراف هم هسته که به اطراف هم میبرن، داخل ایرات هم میفروشن. و در گذشته هم صحبت های داشتم با کفاشی ها، میگفتن جنس هایی که از دیگر کشورها میای باعث شده که خیلی رشد نداشته باشه این صنعت در هرات. مشکل شما آیا همین موضوع هست یا نه؟ خب اگه بتونن به شکل کم بیتر و حساب کفش مدل درست کنن، 100% کفش اینا فروش میره، نمیمونه. دیگه باز بستگی به مدل ها اینا داره. از ما شکر خوبه. چند نوع کفش تولید میکنیم؟ یعنی مدل های متفاوت هست یا نه؟ فقط یک سبک خاصی پیش میبرم؟ فعلا که هست یک سبک خاصی پیش میبرم که روی اینا گل دخته میشه. خانوما میبرن به خونه، بعد گلدوزی میکنن، میارن ما رو قالب میکنن. بسیار خوب. خب خیلی خوب، با مهدی جان بیشتر صحبت میکنیم و مراحل تولید کفش را میشه یک توضیح بدیم، از کجا شروع میشه؟ باز ما میریم یک دیدنی هم میکنیم از استاد. کفش که هست من اینجا اول کار میبرم به این شکل که شما میبینین، اندازه دارم میبرم، بعد اینا نشون میشه، نوار گذاشته میشه، چرک میشه و پستی تیار میشه که ما بود پستی میگه و میبود. بعد مرحله دیوم میره رو قالب، یک روز رو قالبه، تلی میشه، بعد بیرون میشه، بعد دیگه کفش میشه. یعنی یک روز یا دو روز حداقل زمان میگیره؟ یک روز. خب دیگه سرعت بالایه و این تایی که چسبای خشک بشه او هم زمان نیاز نداره؟ به تابستون که هست چسبایی که ما میزنیم مثلا اینها 4 ساعتی که بمونه رو قالب خشک بشه، ولی به زمستون ها که هست باید یک روز کامل رو قالب باشه. درست. خیلی خوب، از اینجا شما برش میزنید دیگه؟ بله. سایز رو با اندازه ها چگونه میگیرید؟ اندازه دیگه هر شماره یک اندازه داره که باز ما اندازه رو میگذاریم و برش میگیریم. بسیار. و از این مرحله میره فکر کنم به این مرحله. بله. که این مرحله دیگه نوار دور پای ناگذشته میشه. این نواره که شما میبینید، این نوار میگذاریم صرف خاطر از اینکه وقتی به پاخو میکنن کفش پاره نشه از دور پاک هسته، این محافظت میکنه. بعد میریم به مرحله بعدی که همینطور بیننده هم ببینن، دوستان ببینن. خب به این بخش دیگه فکر کنم بخش دیگه که رو قالب میشه و بعد یک روز میمونه رو قالب و بعد فردای و از قالب بیرون میشه و با بازار برده میشه. درسته. این بخش میشه که با چسب کاری میکنه. بله. و بعض روی چرخ میایه بعد مرحله بعد بخش پستی سازی که گفتم. بعد از اون نوار گذاشتن میایه به چرخ و چرخ میشه و بعد پستی تیار میشه و میره رو قالب. بله.
تشکر. خواهش میکنم، زنده باشیم. زنده باشیم. خب اینجا یک دوست بسیار خوبی هست، همراهشان میشینیم قصه میکنیم. اسم شما؟ محمد رضا. محمد رضا جان چند سال سن داری؟ 13. 13 سال. خیلی خوب. مکتب هم میری؟ بله. صنف چند؟ 7. چند نمره؟ 3 نمره. آفرین. چند وقت میشه که کار کفش میکنی؟ 3 سال 4 سال میشه. خب یاد گرفتی؟ بله. خب در آینده میایی چه کاره بشی؟ شغل کس کفشی. میشه کفاشی یا درس خواهم میایی خود برسیم؟ درس خواهم خود برسیم کفاشی خواهم. خب در اوزی درس دوست داری چه کاره بشی؟ دکتر. دکتر؟ چرا دکتر؟ خب شغل خوبه. خب چرا همه دوست دارم نظر تو دکتر بشم؟ خاطر پول خیلی داره؟ یک درخواست پول نمیشه داره. بیتر میتونی خدمت کنی؟ نه، میتونم با وطن خدمت کنم. این کارهای داره. شغل بیتر. خیلی خوب. حالا کفاشی خوب یاد گرفتی؟ مشکل خاصی نداری؟ مشکل داره سر این چرخگری و کارکشی امینار. اونا رو دیگه مگر تجربه کنی؟ یعنی بلدی که برش بزنی، دیگه چسبکاری بکنی؟ بله. خودت هم طالب شده برای خود کفش جور کنی؟ نه، چون مردان کار نی. فرق نمی کنه دیگه مرد و زن، اینه داره تبعیض اینا مای قائل بشه. اینا غالب ماه. آله اندازه ماه غالب ماه فرق. بسیار خوب. چند حقوق میگیری از این دکان؟ 6 ساعت، 7 ساعت، 5 ساعت، نه هفته. هفته؟ بله. خیلی و نصف وقت کار میکنی دیگه، نصف وقت میری مکتب؟ بله. بسیار خوب. راضی از کار خوب؟ ها کلن راضی، آفرین. و خیلی خوبه که همت بلندی داره این نوجوان ما که در کنار از اینکه درس میخونه میای کارم میکنه و چقدر عالی میشه که همزمان آدم هم بتونه از درس خود چیزی بشه به اصطلاح و همی که یک شغل ریاد داشته باشه که مطمئنن ضرر نمیکنه. خب موفق باشی عزیز، انشالله که بتونی کفشای خوبی برای مردم ما بسازی و اونا رو در راه رفتن کمک کنی میشه. تشکر از خب امروی اجیکا کام صحبت میکنیم کوتاه و جالبه که تنوع در این دکان کفاشی خیلی متفاوت است به لحاظ سنی. به نوعی میشه گفت استاد اینا یک جوان خیلی خوش برخورد، همچنان یک نوجوان هم اینجا کار میکنم و کاکا جان هم خود نمیشه بگین کهن سالم ولی مویشان سفید شده که سلام عرض میکنم. خوب این؟ سلام شما. نام شما؟ محمد طاهر. کاکو جان چند سال میشه شما کفاشی میکنه؟ تقریبا من 3 سال میشه. بسیار خوب. از کار خود راضی این؟ بله. چگونه درآمد این کار؟ خوب بلد نیست. و فروش ها چگونه یه؟ شما در کدام بخش بیشتر کار میکنید؟ ما هم بخش همین پستیسازی و اینا هم. روزانه چند ساعت کار میکنه؟ روزانه تقریبا از 7 تا 8 شب. 7 تا صبح؟ بله. زیاد نی؟ نه نه. تشکر از شما. قربان شما. ممنون. خب دوستای عزیز تشکر که با ما همراه بودید. تشکر میکنم از دوستایی که در این کفاشی هستن با ما همکاری کردن و همیشه که ما چند نمونه کفش هم ببینیم. خب مراحل تولید در برای ما مدی جان گفت و در این بخش که میبینیم کفش هایی است که تولید شده که اکثرا کفش های زنانه میباشه که دوست ما میشه از این کفش ها یک جور پایین بکنن که ما ببینیم. بله. و چقدر کفش های مقبولی در هرات تولید میکنن در این کارگاهی که امکانات خیلی زیادی هم ندارن و اکثر کارها توسط دست صورت میگیره و خدا بکنه که شرایطی در کشور از این افغانستان باشه که امکانات مدرنتر بیایه تا اینکه خیلی از محصولاتی که ما استفاده میکنیم تولیدات داخلی خود ما باشه که به نوعی به اقتصاد کشور ما هم مفید تمام بشه و رشد بکنه و صدها هزار نفر هم صاحب کاری بشن و صاحب لقمه نانی بشن. تشکر که با ما همراه بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.